سوال 164 مشابه خیلی سوال‌های کنکور بوده. میگه اگر به جای تمام اتم‌های هیدروژن در مولکول متان گروه اتیل قرار دهیم، کدام مورد رخ می‌دهد؟ چه اتفاقی می‌افته؟ متان اینه. همه دیگه فکر کنم متان رو بشناسن. یه کربونه که 4 تا هیدروژن داره. میگه آقا به جای هیدروژناش اتیل بذار. اتیل هم که میدونی C2H5 دیگه. پس میشه C2H5 به جای این هیدروژنش گذاشتم، به جای این هیدروژنش هم گذاشتم C2H5، به جای این هم گذاشتم C2H5، به جای این هم گذاشتم C2H5. خب این اتفاق افتاد. بریم حالا ببینیم چی گفته. میگه که گران روی و نقطه جوشش برخلاف آنتالپی سوختنش افزایش مییابد. این جمله غلطه. بچه ها یادتون نره. وقتی که کلاً تعداد کربن زیاد میشه، نقطه جوش زیاد میشه، گران روی هم زیاد میشه. میدونید که تعداد کربن افزایشش موجب میشه که نیروی بین مولکولی واندروالسی زیاد بشه. نیروی بین مولکولی واندروالسی با افزایش کربن زیاد میشه، مولکول‌ها مستحکم‌تر به هم میچسبن. پس نقطه جوش میره بالا، گران روی هم میاد پایین. میره بالا. از اونجایی که فراریت عکس نقطه جوشه، فراریت میاد پایین. حالا این از این. پس گرانروی و نقطه جوشش زیاد خواهد شد، اما آنتالپی سوختنش چه تغییری میکنه؟ یادتون نره هر موقعی به ازای یه مول ازتون سوال شد، اونی که جرم مولیش بیشتره آنتالپی سوختنش هم بیشتره. آقای استادم اینجا که نگفته یه مول، نگفته. خب پس منظورش یه مول بوده دیگه، چون گرمی هم واسش قائل نشده. حالا یه مول از این با یه مول از این کدوم جرم مولی بیشتری داره؟ به ازای یه مول از هر کی که جرم مولیش بیشتره، آنتالپی سوختنش هم بیشتره. پس این پایینی آنتالپی سوختنش هم بیشتره بالاییه. پس هم گران رویش بیشتره، هم نقطه جوشش بیشتره، هم آنتالپی سوختنش. پس این که گفته برخلافه غلط. خیلی واضح گفتم. جرم مولی و تعداد اتم های کربن آن 8 برابر می شود. ببین کربن اینجا یه دونه داشته، اینجا هم اون یه دونه، اینجا یه دونه کربن بوده، اینجا اگر دقت کنی دو تا اینجاست، دو تا اینجا، دو تا اینجا، دو تا اینجا، 8 تا 9 تا. اینجا 9 تا کربن داره. پس اینجا یه کربن داشته، اینجا 9 تا کربن داشته. کربنش آیا 8 برابر شده؟ خیر، 8 برابر نشده. بعد میگفته تعداد اتم های کربن آن 8 تا اضافه میشه، که نگفته، غلط. مقدار آب تولیدی در اثر سوختن کامل 1 گرم آن افزایش پیدا میکنه. بچه ها یادتون نره واکنش های استوئیکیومتری بر اساس مول. یعنی اگر این بابا مولش زیاد باشه، مول آب تولیدی هم زیاد میشه. درسته؟ هر کی مولش بیشتر باشه، مول آب تولیدیش هم بیشتر میشه، پس گرم آب تولیدیش هم بیشتر خواهد شد. حالا شما میدونی که مول برابر است با گرم تقسیم بر جرم مولی. این یه چیزی هست. آقا اونی که جرم مولیش بیشتره، مولش چیتره؟ کمتره. وقتی که مولش کمتر باشه، مول آب تولیدیش کمتره. مول آب تولیدیش هم کمتر باشه، پس میتونم بگم که گرم آب تولیدیش کمتره. چون جرم مولی این بیشتره، پس مولش کمتره. پس چه اتفاقی میفته؟ وقتی که مولش کمتر باشه، آب تولیدیش هم کمتر خواهد شد. پس این که گفته آب افزایش پیدا میکنه غلطه. پس 4 باید درست باشه. اختلاف پایداری مواد واکنش دهنده و فراورده در سوختن کامل 1 مول از آن افزایش می‌یابد. بچه‌ها مگه نگفتیم آنتالپی سوختن این بیشتره؟ وقتی آنتالپی سوختنش بیشتره، یعنی سطح انرژی واکنش دهنده و فراورده ها بیشتره، چون این فاصله میشد، کله منو نگاه، این فاصله میشد آنتالپی دیگه. خب وقتی فاصله بیشتر باشه، پایداری واکنش دهنده و فراورده بیشتره. میگم اختلاف سطح انرژی و پایداری واکنش دهنده و فراورده بشه، این اختلاف بیشتره یا این؟ و بعد هر چقدر آنتالپی بیشتر میشه، این اختلاف بیشتر میشه. بله، گفته اختلاف پایداری مواد واکنش دهنده فراورده افزایش مییابد. بله، این بیشتره اختلاف پایداریش. پس گزینه 4 جواب تسته.